جایگاه دارد، اینقدر مرتبه در این مذهب ما و اعتقاد ما. ما معتقدیم که مردم هیچ زمانه با چوبانهای صحابه هم نمیتوانم برابر باشم. ما همه همه دنیا مردم دنیای امروز را که در مساجد جمل، در حرمین شریفه، در کنار خانه کعبه و مرکز منور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نماز میخواند، با همه مسلمین دنیا اگر جمع بکنیم، به ادناترین صحابه و کوچکترین صحابی، اونی که چشمش به جمال جهان آرای رسول الله افتاده، اونی که صورت زیبای رسول الله را تماشا کرده و در شاگردیان حضرت را اختیار کرده، همه ما نمیتوانیم به اونها برسیم. چه جایی که ما بهتر از مردم زمان رسول الله بشیم؟ چه جایی که ما بهتر از مردم زمان صدر اسلام بشویم؟ آنهایی که پرچم اسلام را به دست گرفتن و رومی ها را خاموش کردن به زمین و ایرانی ها را، ایرانی های اون زمان را، کسرا را، هر حضور شما حد کردن، دنیا را خط کردن و 45% پوری خاکی را در اسلام داخل کردن. ما چه خدمتی برای اسلام انجام دادیم؟ برای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترم، پس گرسنگی نه تنها گرسنگی شکم، بلکه گرسنگی روح و روان، بلکه گرسنگی فکر، بلکه گرسنگی جسم، همه این گرسنگی ها سبب می شود که ناامنی در جامعه پیاده بشود. اگر جهل در جامعه حکمرما باشد، جهل یک گرسنگی است. گرسنگی و تهی بودن مغز از علم هست. مغزی که در اون علم نیست، غذای خود را ندارد، در نتیجه گرسنه می شود و دست به هر کاری می زند سی که جاهل هست. گرسنگی روح بی تقوایی است. تقواست روح هر انسانی، طالب هر انسانی خداوند با تقوا پایریزی کرده. معصیت در بدن انسان نمی گنجد و اگر معصیت وارد شد، انسان را به زمین می زند، سیستم انسان را مختل می کند. هر معصیتی که باشد، کوچک یا بزرگ، روح انسان مسلمان خواب باشه، خواب بیخوابیده رو میتوان بیدار کرد، اما اگر کسی خودش را به خواب بزند نمیشه بیدارش کرد. مسلمانان امروزی خواب نیستن، خودشان را به خواب زدن، گوش کرشان را به طرف احادیث رسول الله و فرمایشات مقدس اسلام نمودن. بیاییم حقوق بشر را در قاموس اسلام و معارف اسلامی جستجو بکنیم. اساس نامه‌ای که رسول معظم اسلام به جهانیان نشان داد، پلاکاردها و بروشورهایی که رسول معظم اسلام در قالب نزول قرآن و احادیث گوهربار و سنت‌های پاک و مقدس خودش به جهانیان ارائه کرد، اینها رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدید. آیا در اسلام حقوق بشر رعایت می‌شود یا در غیر اسلام؟ آیا اسلام شایستگی و لیاقت ایجاد نمودن مردم سالاری و دموکراسی و نظم و امنیت و حقوق بشر رو دارند یا غیر؟ سلامات قرار این ازم. See you.
حسن غم زده را، حسن غم زده را روز قیامت بنواز که فائز شود از خوی محمد، بنواز که فائز شود از خوی محمد. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إجمع الصلاة. اللهم صل وسلم. بنكيا من دهیم از زندگانی، من کیم من دهیم از زندگانی، خسته افسار دم به زبانی، دست تنها سمان بی ستاره، دست تنها سمان بی ستاره، در اجاقی خلق مکو یک شراره، یک شهابی زود گذر هم در شبم نیست، یک شهابی زود گذر هم در شبم نیست، اوجیم دویم تبسم بر لبم نیست، تا بیشتم زیر فاهی مادر است، هستی من از دعای مادر است، دوست دارم با صدای مادرانه، بشنم وان قصه های مادرانه، خلوتی میخواهم از غم تا بگیریم، خلوتی میخواهم از غم تا بگیریم، از غمی قرآن چو صد دریا بگیریم، ای خدا یا رحمتی کن بر حال خستم، غایری امید من در گل شستم، غایری امید من در گل شستم. تکبیر. والشكر للذي خلق الموت والحياة، سبحانه هو الملك الموطي الحكيم، أعطى لنا الهدى ودانا إلى النجاة، منا السلام ثم على المصطفى وآل وأصحابه الذين إلى الحق هم دعاة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليست له صبوة. وقال تعالى في شأن حبيبه ونبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الهی غیر عصیان نیست جنسی در دکان ما، به نقد عف بستان این متاع پرزیان ما. به حق آیه لا تقنطوا از ما مگردان رو، ببخش افعال زشت آشکارا و نهان ما. تو توفیق معاصی را بگیر از ما خداوندا، که با ذکر تو تر باشد به هر ساعت زبان ما. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد. خدای قادر سبحان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از اینکه این توفیق رو به این حقیر عنایت فرمود تا در چنین شبی در چنین محفل بسیار نورانی و روحانی و معنوی و قرآنی در حضور جمع گرم و پویا و صمیمی تعدادی از جوانان و ریش سفیدان این منطقه و این روستا قرار بگیرم، این لطف یزدانی رو و این توفیق سبحانی رو برای این بنده ضعیف قدردانی و سپاسگزاری میکنم، تبریک و تهنیت عرض میکنم این مجلس رو و این جشن ایمانی و پیوند دینی این دو جوان مؤمن متعهد و مخلص جناب حافظ عبدالرشید و خانواده محترم ملا سید احمد هست دیگه نه، و خدمت خانواده های عروس و داماد به طور کل و همه بستگان و همه شما حضار معززی که اینجا حضور دارید و تشریف آوردید. جوانان عزیز، من میخوام اینو بگم که این همه شبها و این همه عروسی ها و این همه مراسم شادی که از خدا دور، شما خبر دارید قبل از ماه رمضان شاید بالای 20 تا 30 تا عروسی اسلامی، فقط حقیر رفتم اونجا صحبت کردم، هفته آینده حد اقل 7 تا عروسی، 3 تاشون هفته آینده در جوگروخ روز جمعه هست. جوان ها بیدار شدن، متوجه شدن، رفتن همه کانال ها، همه ارسال راه ها رفتن به بنبست خوردن، متوجه شدن که تنها راه برگشت ما و بازگشت ما راه بازگشت به سوی خدا و قرآن و نماز و عبادته. و فکر نکنید که امشب چون که حافظ عبدالرشید حافظه و مولویست مجبور بوده که چون این مراسم بگیره، نه، خدا شاهده چه بسا جوانهایی بودن که شاید در طول عمرشان کمتر به مسجد رفتن، ولی وقت مراسم اسلامی رو دیدن که بابا این مراسم اگر غیر اسلامی بود علما نمی آمدن، این مراسم اگر غیر اسلامی بود افراد نمازخوان نمی آمدن، جوانهای پاک نمی آمدن، قطعا چند جوان لات و الوات می آمد، قطعا فرشتگان دور این مجلس رو احاطه نمی کرد، به جا شیاطین می آمدن، مطمئنن زنان بی حجاب می آمدن، یقینا اعصاب و روان راحت حاکم نبود بر این مجلس. علیکی جوان هم بگن ما حال میکنه، اون حال نیست، وباله افسودن جوان ها از بس که صدای این لام از سبی این ارگ گرگ مثل همین گرگا دولی میکشه اعصاب این صاحب گوسفندا رو خرد میکنه، از اعصاب صاحبان ایمان اینها خرد میکنه. در واقع بریم متاسفانه چی میگن؟ میگن جناب مولوی رسم شده، میگن که عزاداری که نیست بابا، شما میت که از خانه در نمی کنی، ای بی انصافا.
اگر حضرت فاطمه و حضرت علی زمانی که عروسی کردن، اگر اونها دو تا میت و جنازه بودن که از خانه رسول الله روانه خانه بخش شده، پس بچه من تو هم بذار میت و جنازه باشه. اگر اصحاب رسول الله اونها جنازه بودن و اونها رو مرده و میت شما میخوانید، بذار بچه های ما هم میت باشن. کاش چون این میتی خداوند نصیب ما میکرد. چرا مسائل وارونه داریم عمل میکنیم؟ آیا شادی و شادمانی فقط با رقص و پایکوبی است؟ نه به خدا قسم. جوانان عزیز، من بحثم چیزی دیگری است. اینها رو به طور مقدمه عرض میکنم به خاطر اینکه انشاءالله ریشه سالس را باید در جامعه اسلامی باید خشک بشه. تو این منطقه‌ای که زحمت کشیدن، این علما زحمت کشیدن، خون دل خوردن، خدا نکند که یه عروسی غیر اسلامی بیاد و فاتحه همه مراسم اسلامی رو بخونه. اینها جماعت تبلیغ اینجا کار کردن، علما اینجا کار کردن، زحمت کشیدن، جوانهای غیور زحمت کشیدن. پس بگذارید این منطقه آباد بشه، بگذارید عراسم ما مراسم اسلامی بشه، عروسی های ما عروسی های اسلامی بشه، همه مراسم ما در واقع صلوات قرآن را بفرمایید. دقایقی که در خدمت شما سروران هستم، با این مقدمه طولانی پیرامون پیام‌های ارزنده رهبر بشریت دلسوز امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای جوان قرن 21، من این صحبت رو از بس که گویا حالت معنوی و روحانی داشت صحبت کردم قبلا، ولی که دوست دارم این پیام رو گویا واقعا قبول کنید که من یه صحبت دیگه آماده کرده بودم تو جیبم هست یاد داشت داشت، ولی که هر جا که بیا قدم میذارم در طول این راه مسیر مشهد تا اینجا با خودم استخاره کردم آیا این صحبتی که آماده شده در مورد نقش ایمان در زندگی اینو مطرح بکنم. بری گویا یک داعیه اینو من میگفت که نه، پیام پیامبر رو برو به اینها هم برسان، به این جوان قرن 21 میده در روستا یکی دودم داره صحبت میکنه و نشسته است. لذا فکر میکنم خیر در همینه که چه پیام های رهبر بشریت در قرن 21 به جوان معاصر داره، به من تو داره. شاید فکر کنی که نه، رابطه ما با رسول الله قطع شده. خیر، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. هر مسلمانی که فکر کنه ارتباطش با پیامبر قطع شده، مطمئن باشه که ارتباطش با خدا هم قطع شده. دوستان از راه میان یک مقدار، ماشاءالله جمعیت پروپیمان است، یک مقدار تکون بکنن دوستانی که از راه میان جا بشن. جزاکم این صفحه یورو مقداری ماشاءالله با هم گرمه، برای خیلی حجوم نیارید که باز اینجا ما رو حالتی دارم اگر روشن کنید که خیلی بهتر. دوستان سرما نخورم، من که البته خیلی چون که شما رو دیدم انفاس گرم شما در من حلول کرده، داره عرق تون تون داره میباره. به هر حال صلوات الهی بفرمایید و سکوت را رعایت کنید. صحبتم اینه که یک جوان مسلمان نباید فکر کنه که چون که پیغمبر از دنیا رفت رحلت کرد دیگه هیچ پیامی، هیچ ارتباطی، هیچ میثاقی، هیچ عهدی، هیچ قراردادی بین شما و بین رهبر بشریت نیست. اینطور نیست، اشتباس. شما حتما اشعار علامه اقبال لاهوری رو و باز ترجمه اشعار رو که استاد نووی رحمت الله علیه در کتابهای مختلف کردن خوندی که چه ارتباط وثیق و پیوند عمیقی بین علامه اقبال لاهوری و رسول خداست. هنگامی که در سفرهای روحانی به کرات و مرات به شهر مدینه منوره میرن و قطعا اون سلامی که شما حجاج زمانی که میرن روبروی گنبد خضرا رسول الله میگن الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، دال بر این است که این ارتباط هنوز باقی است. پس ارتباط یه طرفه نیست. شما درود بفرستی، درود شما میرسه، این ارتباط یه طرفه نیست. پس حتما پیامبر هم به شما ارتباط داره، پیامبر برای شما قطعا پیام داره، تحفه داره، عطیه داره، کادو داره. کادوها و عطیه های ارزشمند پیامبر خدا را بشنوید. به صورت مختصر پنج پیام برای پیامبر خدا برای جوان قرن 21 داره. اینا رو خوب گوش بدن جوانان، حواس تو این طرف باشه، پنکه به هر حال روشن میشه، پنکه ایمان رو روشن کنی داخل قلبتون که همه رو سرد کنه. کاری نداریم. نخستین پیام
نخستین پیام رهبر بشریت برای جوان قرن 21 اینه که باید هدف و انگیزه آفرینش خودش رو بفهمه، که جوان بدونه که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، با کجا میرم و آخر ندمایی وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. از کجا آمدی؟ چرا آمدی اصلا؟ آیا مادر تو رو به دنیا آورد ناخواسته؟ چند روز بزرگ شدی، جوان شدی، دو مرتبه سنین پیری به سراغت آمد، دو مرتبه پیر شدی و رفتی، از این دنیا مردی خلاص؟ نه، اگر این طور باشه پس هیچ فرقی بین انسان و حیوان نیست. حیوانم قطعا میخوره، میاشامه، زاد و ولد میکنه، احتیاج به تناسل داره، احتیاج به حیات داره، احتیاج به این اکسیژنی که من و تو داریم دارد. پس بنابراین چیزی که ممتاز میکنه بشریت را خود خدای عز و جل میره انگیزه آفرینش انسانه، که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من انس جن را فقط برای عبادت خلق کردم. و ما امروا الا ليعبد الله، امر نشدن بندگان بشریت مگر برای خدا را عبادت کنند. حدیث قدسی، یا عبادی ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على امر قد عجزت عن. بندگانم، من شما رو خلق نکردم چون که کم بودم زیاد بشم، نه، من شما رو خلق نکردم بخاطر اینکه میترسیدم شما رو بیافرینم که انس بگیرم، هرگز. من شما رو خلق نکردم چون که عاجز بودم بعضی از کارها رو انجام بدم، شما کمکم بکنید، خیر. انما خلقتكم، شما رو برای چی خلق کردم؟ لتعبدونی طویلا و تذکرونی کثیرا و تسبحونی بکرتا و اصیلا، من شما رو خلق کردم تا شبها و روزها بیاد من باشید، صبح دم برخیز و عید ذکر حق بسیار کن، برو در باغ و بستانها به چشم سر نگاهی کن، درختان مدر او گویند که آن معبود بر حق است. اگر سر و اگر ناجو، اگر بید و اگر آلو، به ذکر او در افغانند که آن معبود بر حق است. چرا این مرد که آقل تو بی ذکر خدا باشی؟ به ترس از پرسش فردا که آن معبود بر حق است. ما برای عبادت آمدیم، زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل هم یکسان بودی. آنچه میبینی خلاف آدمن، نیستن آدم خلاف آدمن. اونهایی که عبادت خدا در وجودها نباشه، اونها خلافن، پوشش انسانن، خود انسانیت در اونها نیست. سروران عزیز، عبادت یعنی چی؟ فقط دو رکعت نماز؟ خیر. فقط روزه گرفتن؟ خیر. عبادت به معنای واقعی استسلام، انقیاد، فرمانبرداری از تمام فرامین خدا، یعنی از چراغ قرمزهایی که الله ذوالجلال در سر چهار راههای عمر شما روشن کرده بیگدار عبور نکنید، ترمز بکنید، اونجا سمت چپ و راست رو نگاه بکنید، چراغ که سبز شد حرکت کنید. رعایت حدود خدا، رعایت قوانین الهی، رعایت سنن رسول خدا، اینو میگن عبادت. حالا من از هر موردی یه مثال خدمت شما سروران میزنم، چون که امروز شما جوانی، من و شما هم جوانی، همه ما جوانیم، این پیرمردای کلیشون سفیده اینا هم جوانن. جوانی به سال روز تولد یا گواهی تولد نیست که فکر کنید من کسی که سال 1319 به دنیا آمده اون پیرمرده، نه، اون پیرمرد کلیش سفیده اگر عشق خدا و رسول در قلبش باشه از جوان 20 ساله هم جوان داره، و اگر خدای نکرده جوانی عمرشون 20 سال باشه ولی دل پژمرده‌ای باشه، داشته باشه، بقول اقبال، لو جوانان تشنه لب خالی ایام، اونها دیگه از پیرمرد سر 20 ساله هم پیرمردتر هم. همه این شما جوانین چون که در جمع جوانان حضور پیدا کردید و دل جوان دارید. وقتی دلتون نیاد شاید فلانی حتما جوانها را سوال میکنه، نه، همه این شما جوانی کار نداریم، چون که امروز جوان دنبال و طالب عزته، دنبال شهرته، دنبال مکنته، دنبال اظهار نظر کردن در مجالسه، دنبال اصلا مطرح شدن تو جامعه است. حالا هر کسی به طریق، یک کسی میخواد با جست لباسی که میپوشه، با جستی که میگیره، برای خود تو جامعه مطرح بکنه که من اینطور لباس میجام، کت و شلوار بسیار زیبا و قشنگ، یکی به اصطلاح میره با مویش آلمانی و به اصطلاح کپ میزنه و آلمانی میزنه و موهاش ایتالیایی میزنه. یک زمان ما دیدیم بودیم گوسفندا رو بلند برای جوانان نوبن، با این دو کارده ها نمیتونست، یک قسمتی رو به اصطلاح دور تا دور این گوسفند رو میچیندن، باز هم وسط روی کوهان روی کمر گوسفند رو رها میکردن. شما که دوستایی میدونید
بعد میگفتن چیکار هست، میگو نمیدونم این فلان هست، نمیدونم کمرش فلان نشه و پس مدام نشه، این مود برای گوسفندا مود بود. حالا ماشاءالله من جوونا تا اینجا میترشم بالا روی پته که نگا میدارم میگم مود شده تو جامعه، میگم این کپ آلوانی بنده خدا اون جهاد جوان غربی تیغ ندیدی که ریشو تا آخر بتراشه، اینجا تیغش تمام شده، اینجا یک مقدار مونده، جوانای ما اینجا یک پته گذاشتن، میگه من پروفسورم، نمیدونه الف گرد یا دراز. این مده، هر چیز تو جامعه مد شد تمام. آن ننگ بشر بین که زند دم ز تجدد، اوریان به نموده است چو حیوان بدن خود، پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد، بن موده به تقلید غلط پیروی از مد، این است تمدن که کنون رایج باب است، مد شده. یا با اون کفشه های آنچنانی که میپوشن، به خصوص خواهران، این کفشه های پاشنه برند رو دیدید الان؟ اصلا به خدا قسم یه روز ما رفت تو مشهد، یکی از طلبا امرام بود، می‌خواستن یه جفت کفش بگیریم، باور بکنید از ساختمون مشهد شهر کشید جای بگیر، برو تو خیابون دانشگاه، همه هر چه مغازه بود که جلوی چشم اومد گشتیم، به والله قسم یک جفت کفش نتونستیم برای خودمون انتخاب بکنیم. چطور بود؟ بعضیا اینقدر مثل این ماشینای ژیان نیه پوزشون باریک بود که به خدا مگه با چکش از پشت به پاشنه پا می‌زدی کفش بره پا بره داخل. خب بی انصافا این چطوره؟ مگه بابا مود، خب ای پیر این موده برای یکی نمیتونه پا بشه که. میگفت آقا حاجی آقا شما خبر این موده دیگه برای چه کاره؟ یا بعضی هم اونقدر پاشنشون بلند بود دیگه مجبور با بسم الله بسم الله را بری، که الان افتاد یک ساعت بیش. من همه جا میگم میرفتم بیمارستان آریای مشهد، یاد یک بیماری ساعت دوی بعد از دو قبل از این ماه رمضان رفتم، از پله ها که داشتم میرفتم بالا یهو دیدم که یک چیزی مثل هواپیمایی که سقوط بکنه از اون بالا، بقول شما جوانا شیرجه رفت تا پای. یهو نگاه کردم گفتم چیه، بار دیدم که یک دختر خانم بنده خدا از همون بالا رو پله پله که زیاد داره قل خورد رفت تا پایین، چفشاش یک طرف، روی سرش یک طرف، لباسش یک طرف، یک حالت از همون جا سراغ کرد، حاجی آقا حاجی آقا تو رو به خودم بکنم، گفتم برو گم شو آبرو ایسیت مقام ببری الان. خب چه مجبوری تو، چه مجبوری این کفش رو پوشی آخه؟ به خاطر ما نکنید، دخترهای شما این کارها رو نکنه که تو شهری خدای نکنه تو جوب جدول بیفته، حیثیت ما میره. حجاب اسلامی روزی چهار ناخون این روسری ها داره میره عقب، دختر فلانی اگر دو تا ناخون پیداست، دو تا مو پیدا، دختر من چهار تا. این بلا آمده تو روستاهای ما، ماشاءالله الان مانتوها چاک داره از چاک پیران مولوی ها بزرگتر. حالا از ما که حداقل دو تا داره خدا شو، خدا شاهده چهار تا چاک، آخر چه خبره؟ تمام فراز نشی بودنش پیداست، رقابت های آنچنانی، اگر دختر فلانی شلوارشو تنگ از چهار نفر پاش میکنن هشت نفر درش میارن، دختر من باید هشت نفر در پاش کنه 16 نفر از پاش در بیاره. به خدا قسم اینها راسته ها، از این شلوار تنگا برید ببرید، به والله قسم تنها پا نمیشه اینا، پدر و مادر و مادر بزرگ هر چه قوم خیشو اینو تبارده به شلوارش از پاش در بیارن، به خاطر چی؟ به خاطر موده. و وقتی که میشینن بعضی جوانا بشینید چهارزانو که نمیشن چون اون خشتکه پاره میشه لامستن، دو زانو هم که خسته میشن. آخه چه مجبوریم؟ بخاطر اینکه موده، بخاطر اینکه رقابت افتاده، این واقعا برای ما افتاده، برای یک جوان مسلمان بیاییم واقعا فرهنگ ها فرهنگ های اسلامی بشه، رقابت ها رقابت های درست بشه. و بعضی از جوانان ماشاءالله مطرح کردنشون با چی هن؟ اونها که شلوارشون خوبه با تکچخ زدن ماشاءالله، یعنی اینقدر این تکچخ ها بعضی ها واردن که بعضی ها میگن 200 متر، بعضی ها میگن 500 متر من تکچخ زدن را رفتم، خبر نداره که از این طرف اسرائیل پشترش داره با پراید پشترش داره راه میره که الان 2 متر دیگه به درک وصل میشه. و بعد باز میگه که نه من تکچخ میذارم به طرف مسجد میرم، لابد شهید میشم من. شهید میشه آه، به همون حساب باش تچرخ بزن که من شهید میشم چون به سمت مسجد. تو اگر مسجد میری دیگه تچرخ زدن یعنی چه؟ یا بعضی ها حالا کلاس های موبایل خوب شد، الحمدلله که این کلاس موبایل آمد پایین، یک زمانی هر کس که موبایل داشت اینجا سر جیبش آویزون میکرد، خوبی که یک موبایل هم اینجا هست، بعد اینجا بندش هم آویزون میکرد، هر کس ببینه ببینه موبایل داره. اونهایی که موبایل نداشتن چیکار می‌کردن؟ قاب عینکشون میگرفتن بند شلوارشون میزدن که ما عجب عینک خوبی داریم، عجب موبایل خوبی داریم. اینا همه مد شده، به اصطلاح مطرح شدن است. یک آهنگ های آنچنانی، یک صلوات نزد بفرمایید. یه آهنگ هایی میگذارن رو موبایل ها سوار میکنن که اصلا مغز انسان دود میکشه،
که خدا نکنه سر نماز یکی از این موبایلا به زنگ بخوره، خدا شاهد امام مقتدی رو به رقص میارن. آخه بی حساب یکی از افغانستان یک چند روز پیشم زنگ زد گفت جناب مولوی، گفتم چی؟ گفت اگه سر نماز موبایلشو آدم گل کنید چیکار میشه؟ ما که نمیدونیم گل یعنی چی. ما فکر گفتم بابا تو ایران فقط توپ گل میکنن. گفتن نه، به اسلام وقتی که زنگ میزنه روشن است بخواین گل کنید. بعد فهمیدن که میگه آها یعنی خاموش کنید، گل کردن یعنی خاموش کردن. این چه موردی داره؟ به هر حال بعد این صحبت شد گفت اونقدر آهنگهایی هست، اونقدر موزیکای خطرناک است که مجبور سر نماز به اسلام گلش بکنه یا خاموش کنه، وگرنه واقعا همه رو به رقص میاره. یعنی نماز دیگه نمازی باقی نمیمونه. رو ترمزهای موتورا یه موسیقی های گذاشتن، ترانه هایده و نمیدونم همیرا و نمیدونم سروش و کروش و پروش، همه رو گذاشتن رو موبایل ها، روی ترمزها، که به جای خودش که بعد اخیرا الان ما شنیدیم بعد موقع تو شهر مشهد میدیم صدای کوکو او او سگه، وقتی نیا اونه میگه چیه؟ میگه این وقت ترمز میگیره موتورشو سگ باق باق او او میکنه. عشق به سگ بابا برای مردم روستا خوبه، تا حداقل گوسفندا رو نفاذت میکنه، گرگا رو فراری میده، ولی برای جوان اون موتور دیگه چیه؟ یا گربه میو میو میکنه. اینا همه مطرح شدن تو جامعه هست و به اصطلاح قلعه‌های شامخ عزت رو فتح نمودن. اما گفتیم و خندیدیم تا اینجا که دوستان نگن این وقت عروسی و جناب مولوی هم اینا رو بسیار چیز داد که حتما شما رو امشب میگریه. نه، بحث گریه نیست، بحث اینه که واقعا ها درده، اینا همه درده تو جامعه ماست، تو جامعه اسلامی است. حالا هزار مسئله دیگه هست که گفتنشون اینجا جایز نیست، خدا شاهده. رقابت های دیگه هست که گفتنشون شرم انسان میاد اونها رو مطرح کنه تو همه مسائل آرایش های غلیظ و نمیدونم لوازم و ماتیکه های اونچنانی و کاری نداره به اونها، که این چشم سبزه هایی که الان آمدن به استرام بود میکنن که وقتی انسان میبینه حالا فقط میگه قورباغه خدا شاهده به طرف انسان نزن. و شلواران که ماشاءالله روزی 1 متر از این پایین میره بالا، که بعد میگن که بعضی ها البته جماعتی ها رو چیز میکنن، میگه که این جماعتی ها شلوارش حال مردانه میکشن بالا، به اصطلاح زنهای بالاشهر احمدآباد هر کدوم 4 ماه جماعت تبلیغی رخ زدن فقط میشه. سنتی که مال مردا بود مردا رعایت نکردن، حالا زنا دارن میرون برای زنا حرامه، نه سنت، این مال مرداست. مردا رعایت نکردن، زنا گفت دقیقا ما این سنت رعایت میکنیم، کاری نداریم. اینا همه وارون عمل کردن بر احکام دینه، واقعا جای گریه هست و جای تأسف خوردن. بنابراین جوان، پیام اول رسول خدا به توی جوان مسلمان اینه که اگر طالب عزتی، اگر طالب شوکتی، اگر طالب قدرتی و فتوتی و جوان مردی، و اگر میخوای تو دنیا مطرح بشی و در عاقبت قلعه‌های شامخ عزت و سرفرازی رو فتح بکنی، بیا و از پلکان عبادت برو بالا و لاغه به این پیشانی رو در آستانه خدا بسای. غلامی رو میارن، بردهی رو میارن، در مدینه منوره به فروش میگذارن، به حراج میگذارن. این غلام و برده هست، مثل این لیوان خرید و فروش میشد. غلام جیغ میکشید، داد میزد، هر کس منو میخره من یه شرط دارم. شرطت چیه؟ خوراک خوب نه، پوشاک خوب خیر، زندگی مرفه هرگز. تو چی میخوای؟ هر کس منو میخره باید تعهد بده کنه که 5 وقت منو بگذاره پشت سر رهبر بشریت رسول خدا حضرت محمد مصطفی نماز بخونم. یکی از صحابه وقتی این شرط تشویر خوشحال شد گفت بفرما عزیزم، تو مایه برکتی تو خانم، تو مایه عزتی تو خانم، تو زندگیم بیا اینو خرید، 5 وقت نماز پشت سر رسول خدا. پیامبر همیشه مقتدیاش یاد میکرد، 4-5 نماز آمدند و نماز دادن، این صحابی و این برده و غلام رو در جمع ندیدن. پیامبر آشفته و نگران شد، از صحابه سوال کردن این صحابی کجاست؟ گفتن یا رسول الله ایشون بیمارند. رسول خدا بلا فاصله اشک در چشمان نازنینش حلقه زد که شما یکی از غلامان و یکی از بندگان خدا مریضد و شما به من خبر ندادید. وین منزل و منزلش کجاست؟ خانش کجاست که من به دیدارش بگم؟ یا رسول الله شما به دیدار اون برده و غلام بی ارزش و کمبها. گفتن خانش رو نشان بگیر به من. گفتن خانش فلان خیابان و کوچه هست. رسول خدا آمد پشت در، در زد، از داخل جواب داد کیه؟ پیامبر نشنید، 2 مرتبه در زد رسول خدا محکمتر، کیه؟ در مخیلش هم نمی گنجید که رهبر بشریت خورشید نبوت بیاد تو خانش و به سراغش و دیدنش.
آیا ممکنه رسول الله بیاد؟ بار سوم در زد، کیه؟ از پشت در با نگرانی و مریضم بود که ناگهان از پشت در صدا آمد، انا محمد رسول الله، من رهبر بشریت محمد مصطفی، خورشید نبوتم که آمدم به سراغ تو. برق استفاضیلو گرفت، از جا برنجد آمد، در رو باز کرد، یا رسول الله خوابم یا بیدار، مستم یا هوشیار، شما رو میبینم اینجا، آیا درست من میبره احمد مختار؟ پیامبر خدا آغوشو باز کرد، گفت بله صحابه من، تو هرچی که میبینه این حقیقت داره میبینی. آغوش رو باز کرد رسول خدا، پیشانی اون نوجوان رو بوسه داد، گفت یا رسول الله مثل مادر که در دامان فرزند یا فرزند در دامان مادر گریه میکرد، این غلام شروع کرد به گریه کردن. یا رسول الله، یا رسول الله، من خیلی کم ارزشترم، انا احقر شأنا من ان یطلب لی رسول الله، من خیلی کوچکتر از آنم که رهبر بشریت بیاد به سراغم. رسول خدا اونو محکم فشرد، میدونی چه رو گفت؟ بل والله انک عند الله غال، به خدا قسم تو نزد الله و نزد رسول الله از چنان مقام و منزلت و ارزش و عزت با برخورداری که اینجک از ثروتمندان و قدرتمندان دنیا نای رقابت کردن با تو رو ندارند. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست و مکان آدمیت، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت خیلی مهمه، آدمی را آدمیت لازم است. عود را اگر بو نباشد هیزم است، عود اگر بو نداشته باشه هیزمه، جوانی که عبادت نداشته باشه، مؤمنی که عبادت نداشته باشه حیوانه، به تعبیر قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل. آدمیت، احترام آدمی، با خبر شو از مقام آدمی. اقبال لاهوری میفرماید که ای جوان تو خود بیا، تو خود بیا از پلکان عبادت برو بالا. آمد اون نوجوان، اون غلام، گفت یا رسول الله اجازه میدی من دو رکعت نماز شکرانه بخونم؟ گفت بفرما. رفت دو رکعت نماز، اقامه بست، سر رو به سجده گذاشت، گفت پروردگارا سجده عشق یک سجده دارد، به اون سر رو گذاشتن و هرگز بر نداشتن. خدایا چشمامو میبندم، بار دوم که چشمامو باز میکنم در جنت الفردوس کنار رسول الله. پیامبر خدا تشریف آوردن، 5 دقیقه 10 دقیقه سرشو بر نداشت، سر رو که رسول خدا بلند کرد، اشک چشمان رسول خدا مانند ابر بهاری میبارید و تبسم بر لبانش نقش بست. صحابه عرض کرد یا رسول الله گریه و خنده؟ گفت گریم به خاطر فراق این جوان مرده، ولی خندم به خاطر استقبال پرشور فرشتگان خدا از یه برده و غلام. حالا تو به کجا میخوای برسی جوان مسلمان؟ به سلطنت سلیمان هم که داشته باشی، میگه کو حشمت سلیمان، کو سولت سکندر، کو بام و قصر قیصر، کو حکم و کامرانی، کو خاتم رسولان، سر دفتر قبولان، کو ثبت و نسخ قرآن، کو وحی آسمانی، مادر کجا، پدر کو، دختر چی شد، پسر کو، چندین هزار سر کو، آخر تو چنان قافله رفتند و ما هم میرویم. بالاخره هرچی باشی یه روزی این لای کفن هست و گور. مهم اینه که انسان در دنیا با عزت و با شوکت عبادت زندگی بکنه و در قیامت دستش تو دستان رسول الله باشه. خدایا به برکت این جمع و به برکت این علمایی که تشریف آوردن و این مجلس روحانی، روز قیامت دستان ما رو از دامن رسول الله جدا نفرما. جوان مسلمان، در زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پیشوای من و شما، یه پدر و مادری بود، شب و روز دعا فرمودن بودن پروردگارا به ما یه فرزندی بده، فرزند صالح، که ما او رو خادم مسجد بکنیم و در راه دین. 70 سال 60 سال تواریخ می نویزن که خدا بینا فرزند ندان. آخر آمدن پیش امام، گفتن یا امام ابو حنیفه تو پیش خدا دعا بکن، بلکه خدا دعای تو رو قبول بکنه، نظر ما اینه، نیاز ما اینه که خدا به ما فرزند بده در راه تو برای رضای خدا. گفتن به نظر عمل میکنیم؟ گفتن بله. گفتن بله. حضرت امام دست به دعا شد، خدا بعد از 70 سال یا 60 سال که دوران یا آیسگی است، دوران عقیمیت و نازایی است که همین عمر دیگه معمولا بسته میشن، حالا گرچه که الان 25 سالگی میرن میبندن، برید اون سن برا خودش، خدای از دواجل بینا یک فرزند بده من پسر. به نظرشون عمل کردن، مثل ما نبود که الان تو مشکلات گیر بکنیم، نظر بکنیم، تندون نیاز بکنیم، خدایا ای الله، ای الله همین مشکل ما رفع کن، ای خدا همین مریض ما، برید تو بعضی بیمارستان ها این مریضی ها رو ببینید، اصلا تو عمرشون نماز نخوندن ولی وقتی بریم اونجا میگه هر چه خدا بخواد،
هر چه خدا بکنه، جناب مولوی خدا هر چه فیصله بکنه. تا دیروز اصلا خدا رو نمیشناخته، تا دیروز یک سجده نکرده. تو این زندان ها برید بایزید بستامی خیلی میبینید، اون جوانی که تا دیروز نماز نکنه تو زندان ماشاءالله یک تسبیح 2000 دانگی به دستش گرفته. ما مولوی ها هم تازه تبلیغ و سخنرانی میکنه، از در زندان که آمد بیرون مشکل که رفع شد برمیگرده سر نقطه اول، میگه چرا وقتی که راه زندگی انبار میگردد بشر تغییر حالت میدهد خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت میلوازد ساز بیدینی، به وقت تنگدستی مؤمن و دیندار میگردد. سالاک خوش بیاد، هی خدا، هی خدا همین سال مست بیاد. میگه روز یک جوان اینجوری دعا میکرد، خدا همین سال مست بیاد، نامرد باشم اگر سر خرمن حق تو رو ندم. میگه خدا سال خیلی خوبی داد، به هر حال سامد و برای این مال لامستم خیلی شیرینه. آمد میخواست تو گونی بکنه و وزیر علمی هم آورده بود اونجا، گفت خدایا امسال ده یک که خیلی کمه، سال آینده بده پنجیه کشو به تو بدم نصفش میکنم. سال آینده برای سال خوب آمد، گفت خدایا پنجیه کم کمه، اون ارزش نداره زیاد، سال آینده سه دو میگن دو سه بوم میگن همچی چیزی. برای سال بعدی هم خوب آمد، گفت خدایا ها سال آینده نصف من نصف شرک، هرچی کاشم نصفش مال تو نصفش مال من. سال آخرم قضا نمیشد، خدایا من همون جوانم که روزم قضا نمیشد. اون واقع کیف میکنه انسان دعا بکنه، برای انسانی که روزه داره خجالت زده است، طول عمرش عبادتی نکرده، هنگام مشکلات با چه رویی، با چه دستی، با چه کیفیتی دست به سوی خدا بلند میکنه، واقعا افته کار ندارم. بچه بزرگ شد به سن 5 سالگی آوردن تو مسجد تو حوزه علمیه، بچه بزرگ شد به سن جوانی رسید چون که بحث جووناست، آمد روبروی به سن 18 و 19 سالگی عین بحران و شورش جوانی، عین فوران عشق که دیگه جوان ها تو این دیگه سن کنترل کردنشون دیگه خیلی مهار کردنشون مشکله، اینقدر غرور هست، اینقدر تکبر هست که اگر بابام حرف بزنه یک سیری آب دار تو گوشش. ولی این جوان تا اون روز نه معصیت دیده بود نه گناه رو، روبروی مسجد در زمان امام ابو حنیفه، خانم خانه خانومی بود، دختر خانومی یا برای خانم بزرگتری که دارای جمال و کمال و منصب و فلان، چشمش به این جوان افتاد فریفتش شد، غلامش فرستاد گفت برو اون جوان رو بگو من یک سوال شرعی دارم. جوان آمد دم در حیات ایستاد، گفت بگو داخل حیات که من محجبه هستم و نمیتونم در حیات بیام. آمد داخل حیات، گفت بگو داخل خانه، رفت داخل خانه، همین که وارد خانه شد یک هیولا دید، دید این زن پس فطرت از خدا بی خبر، لخت مادرزاد با کمال زینت و آرایش، همین که چشم این جوان، خدا نکنه چشم به گناه عادت کنه جوان، وگرنه برای اولین بار کسی که میخواد از چراغ قرمز، حتی کسی که گواهینامه داره یا نداره میخواد رد بشه، خیلی میترسه که پلیس جریمش کنه. خدا نکنه چند بار بیگدار از چراغ قرمز رد بشه، دیگه براش طبیعی میشه، چند بار جلو پلیس کمربند نرسه دیگه براش طبیعی میشه. گناه هم همینطوره، اگر یه بار دو بار سه بار رفتی اون ندرسی دیگه طبیعی میشه، دیگه پرهیز از گناه مشکله. برای اولین بار خودتو کنترل کن. همین که چشمش به این زن افتاد، لخت مادرزاد با کمال زینت و آرایش رو دعوت میکنه، از ته قلب جیغی کشید گفت الله، بیهوش شد بر روی زمین. زن دست پاچه شد، آب قند بیاری، آب شکر بیاری، بریزید تو صورتش، آمپول بیاری، سم بیارید وصلش کنی. سرش رو برداشت گذاشت روی رانش، این زنه آب میپاشون تو صورتش. یه ساعت دو ساعتی که بوش آمد چشماشو باز کردی، سبحان الله، سرش روی ران همون زن نامحرم گذاشته است. دو مرتبه از سوز دل گفت الله و جانشو به جان آفرید تسلیم کرد و از دنیا رفت و مرد. زن دست پاچه شد، جنازشو بندازید داخل کوچه، جنازشو انداختن، خبر بود پدر و مادری رسید که بعد از 70 سال خدا به اونها این فرزند رو داده بود. فرزندتون تو مسجد، نه جنازش تو کوچه است. چرا؟ فرزند ما چه کار کرده؟ چه کسی کشتش؟ میدونیم هیچ آثار قتلی نیست، هیچ آثار ضرب و جرحی نیست، فقط جنازشو از تو کوچه و خیابان پیدا کردیم، به سر و سینه نزدن، گریبانم چاک نکردن، گفتن این امانت چند روزی دست ماست، در حقیقت مالک اصلی خداست، انا لله و انا الیه راجعون، برید دفنش بکنید. بردن پدر و مادر دفنش کردن، خبر به امام ابو حنیفه رسید، رهبر ما حرکت کرد به ولای عرض تسلیت، آمد پیش پدر گفت پدر جان بریم تا سر قبرستان عرض سلام بکنیم برای اموات. رفتن، همین که چشم پدر، پدر شما هم پدری،
میدونید که چی دارم میگم. اگر سردرد بگیره پسرتون خواب نداری، چه برسه این که از دنیا بره. همین که چشمش به قبر تازه و خاک تازه فرزندش افتاد، از سوز دل جیغی کشید، گفت السلام علیک یا بنی سلام بابا، سلام پسرم. با خدا قسم که از داخل قبر جواب داد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بابا حال چطوره؟ در چه وضعیتی به سر میبری؟ امام ابو حنیفه اینجا گفت بابا قصه نخور، خدای عز و جل در قرآن عظیم الشان میفرماید هر کس از مقام و منزلت پروردگارش بترسه، حیا و عفتش رو کنترل بکنه، من بهش دوتا جنت میدم، ولی امروز من چهار تا جنت داده است، دوتا واسه خودم، دوتا واسه پدر و مادرم. جهون عزت اینجاست، این پیام رسول خداست برای جوان قرن 21 که بفهمی برای چی آمدی، برای گناه نیامدی، برای اینکه خلاف خدا بکنی، بر زمین خدا بخوری و بر خلاف رضای خدا حرکت بکنی، نه. خدا قادره جوان مسلمان اون جست تو و اون چهره خوشگل تو یک لحظه تبدیل بکنه به مجسمه بی تحرک و بی قالب که حتی زن و بچه تم نتونه تو رو تحمل بکنه. جوانا امروز زنا میگه بیا دوستت دارم عزیزم، قربونت بشم، فدات بشم، به خدا قسم همین روح که نرفت همون شب این زنه که یک شب تو رو تحمل نمیکنه، میگه ببرید ببرید من میترسم از او. ای بی انصاف، تا دیشب که قربون و صدقش میرفتی، تا دیروز میگه دوست دارم تو دنیا مثل تو کسی نیست، ولی یک شب تو رو تحمل نمیکنه، یک شب ببرید میگه توی خانه دیگه من میترسم تا صبح از اون. این حیولاست، بچه نمیدونه تو رو تحمل بکنه، هیچ کس نمیدونه تحمل بکنه، و خدا نکند که خدا هم نتونه برای شما رو تحمل کنه، خدا نکنه که قبرم تا و تحمل من شما رو نداشته باشه، خدا نکنه که زمینم من شما رو قبول نکنه. کاری کنیم که حداقل زمین من شما رو قبول بکنه، خدا قبول من کنه، رسول الله قبول من کنه. پس بیاییم با پلکان عبادت بریم بالا، از شبکه عبادت بریم بالا، شبها تا ساعت 12 یک شب کنار تلویزیون ها، کنار فیلم های مبتذل و مخزای کن، وقتتون رو نگذرونید جوان، به تو مسجد. رمضان رفت، خدا که نره، رمضان رفت، تومار رمضان پیچیده شد، نه تومار عبادت، تومار رمضان و تراویح پیچیده شد، نه نمازهای پنج وقت. کجایی تو؟ بیا همه تب مسلمان بشیم، نه جایی که آسونه بگیم مسلمان، جایی که سخت اینجا نمیشه جناب مولوی، خیلی سخته. این اولین پیام، وقتم گذشت، وقتم خیلی محدود، شما خسته شدی، صدام هم همچین. دومی پیام روحانی رسول خدا به جوان قرن 21، خسته که نشدید انشالله، به هر حال گفتم دیگه مقصر خودتونی و اصرار شما بوده، به هر حال باید ما رو تحمل بکنیم. میگن یک زمانی یک عالمی به یک جوان گفت بیا بریم مسجد، گفتم بابا نمیشه شما مولا نماز خیلی طولانی میکنه، گفت نه بابا طولانی نیست زیاد. آمد به مسجد و امام اتفاقا سوره بقره رو شروع کرد، شروع کرد به خوندن و این مقدار خوند، این پاپا کرد، نه بابا این نماز تموم نکرد، تعمل کرد. بعد نماز از جمعه از مولا پرسید که امام چی سوره خوندی جناب مولوی؟ گفت سوره بقره رو. گفت بقره یعنی چی؟ گفت بقره یعنی گاو. گفت ها دیدم خیلی بزرگ و طولانی بود، فردا دیگه نمیام بابا سوره بقره خیلی خوندم. گفت نه فردا شب سوره کوچیک میخونم. فردا شب آمد و شروع کرد امام سوره علم ترکه رو. گفت علم ترکه رو فردا بود که با اصحاب الفیل هم یک بار این دستاشو بسته بود، دستاشو باز کرد و فرار کرد. گفت کجا میری؟ گفت بابا دیشب سوره گاو بود اینقدر بلند بود، امشب سوره فیل خدا بخیر کنه. حالا من میگم که دیشب این بلند شده خدا بخیر کنه. به هر حال سوره فیل علم ترکه رو بقره رو با هم میخونیم. یک صلوات غرایی را بفرمایید. دومین پیام رهبر بشریت برای شما جوان، اینها رو خوب گوش بدید، همه من و شما، گفتم به خدا قسم تا آخرین لحظه موضوعی صحبتم فرق میکرد، ولی گفتم حیفه که این پیام به اینجا نرسه. دومین پیام رسول خدا شناخت خطراتی است که جهان اسلام رو داره تهدید میکنه. این خیلی مهمه جوان، فکر نکن تو فقط تو روستای کلاته شیخیا یا به اصطلاح یک کتود نشستی و خیالت نیست با این گاو گوسفند داری ور میری، نه، تو برای این آفریده نشدی. تو فکر نکنی که از دست تو خارجه، تو فقط همین و چند تا گوسفند گوزنی که بابا جلوت کرده یا همون چند تا هکتار زمینی که داری درو میکنه، نه، تو برای این روستای کلاته اصلا نیستی، هیچ کدوم از ما نیستیم. بر خود نظر گشا، تو این دامنی مرنج در سینه تو ماه تمام این آدن
تو خیلی بزرگی، تو برتر زیر زن بودی، تو آن بودی که در عهد پیامبر میخروشیدی. ز بیخ و برم برآور ریشه های کفر بیران کن. چرا قدرت نمیدانی؟ تو قدرت بس بلند آمد، تو مسجود ملائک بوده ای چون شیر مردان کن. زیاران پیامبر گیر آیین مسلمانی، وجودت را سراسر پر ز نور علم قرآن کن. مسلمان ای مسلمان، خیز و خود را چون بهاران کن، ز نور علم قرآنت جهان را نور باران کن. شناخت خطراتی که جهان اسلام را داره تهدید میکنه، فکر میکنه روز قیامت رسول خدا این پیام ها به شما رسیده امشب از من و شما سوال میکنه؟ خدا قسم سوال خواهد کرد، سوال خواهد کرد که این خطراتی که امروز جامعه اسلام رو داره تهدید میکنه چرا؟ آیا فکر کردی حداقل براش یه لحظه فکر کردی که چه خطراتی است؟ امروز خطرات گذشته رفت، خطرات جدید تجددگرایی از دیدگاه اسلام یک از کارهای مفیدتری عثمانی است. تجددگرایی تو لباس و ژست پوشیدن ما هست، ولی تو دین تجددگرایی نیست. چرا؟ چون که فکر نمی کنیم برای این مسائل، فکر نمی کنیم. این خطرات امروز هر روز با یک طرح خاصی، با یک کیفیت خاصی، با یک پوشش خاصی داره میاد تو جامعه اسلامی. اگر فرعون زمان بچه ها رو قتل عام میکرد، زنان رو زنده میگذاشت، امروز داره همین کار جهان قد میکنه، ولی با راه دیگر. اعلان کردن آقای زبیمر، یکی از بزرگترین کشیش های مسیحیت، در گرد همایی کوی زیتی بیت المقدس اعلان میکنه اگر شما میخواد جوان مسلمان رو میخواد نابود کنید، راهش خراب کردن مساجد نیست، راهش بستن حوزه های علمیه نیست، راهش از شهادت کرد به شهادت رساندن علما نیست، راهش به رگبار بستن و یا بمب‌های بی 52 و یا اسوات سفینه‌های فضاپیما و موشک‌های قاره‌پیما نیست. راهش چیه؟ راهش اینه که ایمان و غیرت و شرف رو در وجود جوان مسلمان خورد کن از طرق مختلف. یکی سرا، اول سزه زن، دوم زر، سوم زور. زن رو به اونها، فیلم های مبتذل سوپری که امروز 250-300 تومن سیدیش تو بازار هست، فکر میکنی سیدی خام به این قیمت هست؟ نیست، خدا گواهه که سیدی خوب الان 250 تومن گیر نمیاد. چرا سیدی مبتذل 250 تومن ها؟ فکر میکنی بخاطر تو حال بکنی؟ نه، اونها مفت رایگان نوامیسشون رو جلو دوربین ها گذاشتن تا ایمان و غیرت رو در وجود تو بمیرن و خوش کنن، نهال ایمان را در نطفه خفه کنن. و این 250 تومن رو پاکستانی و افغانی ها و این مرزی ها بگیرن که میارن اینجا، وگرنه اونجا مفت رایگان داره تقسیم میشه. اگر شامپو میخری، یک عکس زن رقاصه. اگر صابون میخری، یه حیولا یه زن. نمیدونم اگر یک دسته ویدیو سی دی و نمیدونم دی ویدیو چی ویدی میگیری، همش عکس. تو نردکی ها مخواد بری خونه بعضی ملا ها حتی چایی بخوری، نگاه اون یک دختری که اصلا فکر میکنی این دیگه چه مرگی، یک حیولا بیزار از اون چایی خوردم. حالا جوان ها میگن جناب مولوی حال کن، ولش کن بابا، ای بی انسان، همین که توی سر این چایی ریختی و خوردی، این حاله، این دیگه چه حالی داره؟ خبر اینها نقشه است، اینها خطراته، خطراتی که جهان اسلام رو تهدید میکنه. این مدهایی که عرض کردم داره میاد، این مانتوهای هفت چاک، اینها مال جهان غربه. متاسفانه دخترای ما هم تو جامعه اسلامی، علارغم اینکه مسئولین و شبکه‌ها و رسانه‌های ملی ما شب روز تبلیغات حجاب میکنه، ولی تو برید تو بالا شهر، تو شهر مشهد یا تهران، بعضی از این مغازه‌ها برید، انسان به خدا قسم شرم انسان بخواد یه چیزی بخواد بخرید. چرا؟ آمدن دخترهای زیبا رو همونطور گفتم مداد چشم کشیده تا پشت کلشون، چشماشون هم مثل چشمای قربت سبز کرده و لباشون هم اونچنانی. بعد میاد نشسته به جای رفتیم با تعداد طلبا بخواد بکنیم برای زیراکس و کپی و بعضی از چیزهایی نوشته بودیم. وقت رفتیم اینجا دیدیم اینقدر این آتا آیا فوتو کلوم میکنم، گفتم بریم، این چه بدبختی، آخری جوان بیاد اونجا، همه پیرمرده و 120 ساله که نره اونجا، دلشون به حرکت و جنبش میفته. به خاطر چی؟ اینها دیگه تبلیغات جهان غربه. دخترها هم پول کمی میگیرن، هم برای اشباه قواعد جنسی است، راحت مشتری، ماشاءالله بازار مشتری ها گرد. به خاطر اینکه چی؟ یا بعد این مطبعه پزشکان بریم ماشاءالله، اصلا واقعا افت داره. اینها جامعه غربه، اینها جهان غرب داره این کار رو میکنه. بشنوید به جماعت تبلیغ، این گروه بزرگوار آمده بودن به مسجد ما، خودشون خدا گواهه که صحبت میکردن، خدا گواه است.
میگفتم ما رفتیم به یکی از کشورهای آفریقایی، رفتیم اونجا یه جوان متمول و پولدار رو دیدیم، گفت آقا چند دقیقه با صحبت کنیم، گفت آقا وقت ندارم. گفتم آقا چند دقیقه فقط، گفت آقا وقت ندارم. بارها گفتیم وقت بهمون نداد، آخر گفتیم 5 دقیقه بی حساب، دقیقه ششم مال خودت برو. گفت فقط 5 دقیقه گفاره. نگرفتیم نشستیم 5 دقیقه، دو سه دقیقه شروع کرد به صحبت، دیدیم مثل ابر بهاری میگرید. سر 5 دقیقه خلاصه کرد، گفت آقا ادامه بدید. گفت ما 5 دقیقه گل داریم، گفت ادامه بدید. ادامه دادن شروع کرد به گریه کردن، دیدیم خیلی گریه میکنه. گفت آقا علت گریه چیه؟ گفت سوالم نکنید، گفت نباید بدونیم. گفت 5 دقیقه دیگه اگه دیرتر میامدید بدبختی بیچاره شده بودم. چرا؟ گفت من عاشق یه دختر مسیحی بودم، خودشون دیده بودن، دو عاشق یه دختر مسیحی بودم، هر چی که من براش مهریه گذاشتم قبول نکرد. گفت مهریه‌ام خیلی سنگینه، دو چیزه. چیه؟ کشتن قطر، مثل اون قطامی که عمل حضرت علی رو کشت تا اینکه ابن ملجم اونو بگیره، ابن ملجمی که معذرت میخوام حضرت علی رو کشت تا به قطام برسه. مهریه‌ت همینه، رهبر مسلمان رو بکشم؟ نه، مهریه‌ام دو چیزه، اول اینکه مسیحی بشی، مسیحی شدم، و دوم اینکه بر رهبر بشر حضرت محمد مصطفی لعنت بفرستی. من مجبور شدم که بخواستم برم الان لعنت رو بفرستم. خدا شما فرشته های نجات آورد. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. مسلمان شد جوان مسلمان، با زنا دارن امروز جوانان مسلمان دارن میخرن. به خدا گفتم این واقعیته، ما خوابیم، ما خوابیم. اهانت هایی که امروز میشن اگر امروز اینجا مطرح بکنم، واقعا غیرت و وجدان ما نمیگذره. واقعا شما فکر میکنید اخبار هر روز میگن کاریکاتورهایی که به رهبر بشریت در دانمارک میکشن، فکر میکنید اینها چیه و هدف و انگیزشون چیه؟ شنیدید دیگه نه؟ از اخبار بحث دانمارک همه جا شد، همه جا جوانان میگن دانمارک به پیغمبر اهانت کرد. من رفتم دیدم، من تو سایت های اسلامی رفتم دنبالش کردم. به خدا قسم اگر توی جوان مسلمان بیاد جوان، من مقداری غیرت می داشتیم امروز نباید راحت می نشستیم، امروز نباید راحت می نشستیم. اون کاریکاتورهای موهینی که به پیغمبر ما، به رهبر بشریت، کسی که یک زمان یک کوچکتری اهانتی می شد، معاذها و معوذها، بچه های دوازده سال رو بلند می شدن خونشون رو می ریختن تا زمان که ابو جعفر فرعون امت را از بین ببرن. اون گذشت، ماه رمضان آمد، باز دانمارک دو ماه اهانت کرد. برم تو اینترنت با افراد چت بکنم بگیرم چیه، عکس ها رو برام فرستادن. میدونی چی دیدم؟ دیدم به خدا قسم زیر یک عکس گشته این محمد است، رسول خدا را در حالت لخت قرار دارن و در حالت ادرار و لیوان و شراب به دست رسول الله. اینجا دیگه تکبیر نداره، اینجا دیگه واقعا گریستن و دیوانه شدن داره. به رهبر بشریت در حالت ادرار و لیوان شراب، یعنی محمد شما بیوانه. خدا بسن ننگه برای مسلمان، دست پیامبر کاریکاتور دیگر یک تفنگ و بمبی داده، زیرش نوشته ارهابی، یعنی محمد تروریست که داره پایتخت دانمارک رو ترور میکنه. صدایی از کسی در نیامد. کجاییم ما؟ به اسمهای مختلف به هزار عکس بعضی کاریکاتور بعضی از دختران مسلمان نقاب زده رو کشیده بود، نوشته بود دختران رفوزه در کلاس ها و در مقاطع مختلف. یعنی هر دختر مسلمان که روبن داشته باشه اون مردوده. این کاریکاتوره. ولی تو بگو جوان مسلمان، تو بگو واقعا که اگر به قول شاعر اردی زبان، اگر اظهار استبداد کی معنی بغاوته، اگر بیزاری بیداد کی معنی بغاوته، اگر آب فدرت آزاد کی معنی بغاوته، تو پر می ایک باغو ها مرا مذهب بغاوته. یعنی اگر افشای انگیزه ها و دسائس جهان غرب اسمش تروره، و اگر مبارزه با ناموس فروشی و اهانت با رسول خدا اسمش تروره، اگر افشا کردن نقشه های شوم و پروتکل های دانشوران صهیونیست اسمش تروره، پس جهانیان بداند که من تروریستم و مذهبم هم تروره. ما به این تروریست بودن افتخار میکنیم،
اگر تروریسم معناش اینه دفاعی از کیان و ناموس و شرف مسلمانان، من تروریستم. بله، به این تروریست بودن افتخار میکنم. هر کس امروز با نام اسلامی در هر جا که تروریسته، اگر واقعا دفاع از اسلام و میهن اسلامی نیتشه، به خدا قسم محمد رسول الله هم دست اون تروریست را بوسه خواهد داد. کجای ما؟ به هر نام امروز به کیان مسلمان دارم میتازن. تو عراق فرزندان مسلمان را به زندانیان را مجبور میکنن به همدیگر تجاوز کنن. صدایی از کسی در نمیاد. بعد ما نشستیم اینجا گوسفند غیر کلی خودمان رو جمع میکنیم، تو برای کلاتا آمدی. بله، و به خدا قسم ناراحتی من از این نیست. اگر اون دانمارکی آمد میکنه توف به دهانش، هر غلطی که مخواد بکنه بکنه، اون آمریکایی هر غلطی مخواد بکنه، اون اسرائیلی. ولی امروز اهانتی که در کشورهای اسلامی به پیامبر میشه توسط جوان نمازخوان، به خدا قسم مهلکتره. اون شمشیری که امروز جوان نمازگزار ما برداشته یا جوان مؤمن ما تو مساجد برداشته به قلب نازنین رسول الله میزنه، به خدا قسم مسمومتره. تو فنگینی سیلی بیدینی و بینمازی چیه؟ اون پف سیگاری که اون ساز ابلیس که لای انگشت جوان مسلمان تو روزه رمضان بود و پف میزد، به خدا قسم هر پف اون یک خنجر زهراگین به قلب رسول الله است. و پدر ریش گذاشته و میگه من مسلمانم. این اهانت بدتره. اون دختری که موهاش پیداست تا نصف سر رو سریشه، اون موهای او همه اونها چمچیهایی هستن که قلب نازنین رسول الله رو میازرن. فکر میکنین مسلمانی فقط به نمازه؟ اسلام یعنی تسلیم شدن، یعنی همه اوامر خدا رو اجرا کردن. شناخت خطراتی که جهان اسلام رو داره تهدید میکنه، این خطرات خیلی مهمه. اینها رو بشناسید. اول زن، دوم زر، با پول، با پول. شما شنید از اخبار خانم بوش آمد به افغانستان، چند میلیون دلار دانشگاه کابل، دانشگاه دختران کابل. فکر میکنید سر پدر بوش اونجا زیره که بیاد به دانشگاه کابل پول بده؟ ها؟ سؤاله. یا مقاد بوش اونجا بیاد در آینده برای خودش چی بزنه، چی بسازه؟ میفهمه که اینجا دخترای دارای استعداد افغانی نیست. اینا رو گلچی میگن، دخترای زیبا و جمیل رو، بعد اینا رو میبرن به کجا و کجا، مسیحی میکنن، یهودی میکنن بر علیه مسلمان. صدایی از کسی در نمیاد، کسی فکرشان نمی کنه. یا در عراق یکی چند روز قبل، اول در اواخر ماه رمضان، دوستان تعدادی بودن همشون حاضرن اینجا، که زنگ زد به من یکی از کرکوک عراق، یه جوان مسلمان، زمین که اراده کرد و اظهار اراده و سیدیات اینجا هست کار نداریم. بعد دوستان بعد زنگ زد، گفت آقا، گفتم چه خبر عراق؟ گفت آقا بازار ایمان فروشی گرمه، آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز روز مشهد. گفتم چطور؟ گفت ایمان ماهی 600 دلار به فروش میره، محبت رسول الله ماهی 600 دلار به 600 هزار تومان. های رسول الله، کجایی که دهانت را ببوسم؟ فرمودن که فستکونو ها بادلو بالاعمال صالحة، فستکونو فتنا کقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. الحدیث که بشنابید بسوی اعمال صالحه قبل از اینکه زمان بیاد که مرد صبح از خانه بیرون میشه مسلمان، شب کافر به خانه برمیگرده. به خدا قسم امروز همینجوری است. جوان مسلمان امروز از خانه سالم میاد بیرون، با زمان روزدار شب برمیگرده، واقعا منکر خدا و رسول میشه. شناخت خطر. و سوم زور، زورش که مشخصه، زن زر زور، زورش که میبینیم امروز به زور داره چیکارهایی داره میکنه و کشور اسلامی ما رو هم داره تهدید میکنه. وقتم گذشت. سومی، مبارزه با یأس و ناامیدی و امیدوار بودن. من اینها رو تونتون عرض میکنم که خلاص بشه به صورت تیتوار، که جوان مسلمان نباید ناامید باشه. ها دیگه بشینیم دیگه خلاص شد، خلاص دیگه رفت. همه میبینیم میشه تو مجالس، هر کس میشینه ماشاءالله تو مجلس دست به دست میره، جامعه اسلامی تباه شد رفت. ملاها اونطور شدن، حاجیها وقتی میرن مکه تازه دروغ گفتن یاد میگیرن. مندون جوان مسلمان نو روزی میگیره، یاد میگیره چیکار بکنه. چوت همه چوت کردن، دنیا خراب شد. آقا مثل این میمونه، مثال بزنم، خانه یک آتش بگیره، مفتی تقی عثمانی رو تیم مثال بزنه، میگه خانه یک آتش بگیره، شما میاد میگه خانه آتش گیره، ولی در دقیقه وا ولی بچه‌م مرد، در دقیقه اخ زنم سو. آقا کس هم چیکار میکنه؟ یا فوراً زنگ میزنه آتش نشانی، از با بیل و کلنگ و آب و شلنگ آتش رو خاموش میکنه. امروز تو خانه آتش گرفته، حالا ما نشستیم چوت میکنه اینجا، وای وای میگه آقا بلند شو،
بلند شو، تو برتر زیر و زن بودی ای از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز بلند شو، این همه موانع رو در بنورد. میتونی مبارزه با یأس و ناامیدی، ناامید هم مباش که رندان باد نوش ناگه به یک خروش به منزل رسیدن، بر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود. و به قول اقبال، مرگ را سامان زقت آرزوست، زندگانی محکم از لا تقلتوست، تا امید از آرزوی پیهمه است، ناامیدی زندگانی را سم است، ناامیدی همچو گور افشاردد، در چلوندی زپا می آردد، زندگی را یأس خواب آور بود، این دلیل سستی عنصر بود، چشم جان را سرمه اش اعما کند، روز روشن را شب یلدا کند، از دمش میرد میرد قوای زندگی، خوش گردد چشمه های زندگی. ابوبکر گونه برند شو ندای عیون قص الدین و انا حی بده، که آیا در دین رسول الله کمی بیاد من زنده باشم. چهارمی پیام رسول خدا، چون که وقت خادم میگذره اینها رو تیتوار عرض بکنم، البته اگر فرصت شد راجع به این موضوعات انشاءالله در عروسی های بعدی صحبت بشه، انشاءالله خیلی خوب هست اگر خدا من توفیق داد. چهارمی، تقلید و تبعیت از اسطوره های و پیشینی گذشته و پیشین، یعنی ما بخوایم نخوایم باید تقلید بکنیم. حالا تقلید ما از کیه؟ بعضی از مایکل جکسون، چارلی چاپی، نمیدونم مستر وی چطور میرقصه و چطور سر صدا میکنه، نمیدونم آقای فردی و خواننده فلان، از اینه. ما جوانان مثل حمزه داریم، ما جوانان مثل عمر داریم، پیرمردان مثل عمرو بن جمو داریم، زنان مثل خمسه داریم، سمیه و عایشه داریم، دیگه دلیلی نداره که ما دنبال اینو بگردیم. تقلید از اسطوره های پیشین به اسطوره های نیک ما، تقلید ما خوب باشه، خوب تقلید بکنیم. این چهار و پنجم، دعوت، دعوت تبلیغ، این نهضت جماعت تبلیغ، این پیام رسول خداست که همه باید عمل بکنن. گفتم در مورد این سه مورد آخری اگر ان شاء الله عروسی بود اینها رو توضیح میدم، چون که برای وقت شما رو نگیرم زیاد، وقتم خیلی گذشت. چند دقیقه دارم سوال میگنجونم مجری؟ بله، یعنی از دقیقه رد شده ماشاءالله. به هر حال دیگه دوست داریم که آینده هم اینها رو ببینیم یک مرتبه، نگه این ملا رفت پشت میگه تلفن دیگه از خدا خواست ما رو تصور بری نکردن، فرصتی برای آینده هم باشه. به هر حال جماعت تبلیغ این پنجمین پیام رسول خداست که اینها رو باید مستحکم بشمرید و به هر حال اینها رو نصرت کنید، برید با اینها و اسلام رو به همه جا برسونید. واقعیت امر اینه که امروز همه علما، همه روحانیت محترم من شما روی این کار فکر شده، روی این کار به تجربه رسیده، کسی نمیتونه امروز ماه خورشید روشن و واضح و مبرهن است. لذا بنابراین روی این مسئله شما تاکید زیادی هست، یعنی این پنج پیام رسول خدا رو ان شاء الله امیدوارم که از یاد شما نرفته باشه. اولی، شناخت هدف انگیزه زندگی به همون عبادت قبول. دوم، شناخت خطرات و موانع. احسن. سوم، یک نفر میگه امید به پیروزی و مبارزه با یأس. چهارمی، بی انصافا در تا بعد از سخنرانی که یاد شما میمون که تقلید از اسطوره های گذشته نیک. و پنجمی، دعوت و تبلیغ. انشالله که شما این پیام های روحانی رسول خدا رو عمل میکنید. نه انشالله هر کس میخواد این پیام ها رو عمل کنه اینطور نیست، ما مثلا جماعت تبلیغی رو نقد نمیکنم. اونهایی که حاضر انشالله در آینده عروسی هاشون اسلامی بگیرن، بلند بشن مرد مردانه اسمشون رو بنویسن. هم دوباره نگاه میکنن، ماشاءالله احسنت. جناب مولوی اسماعیل یکی بر منش بنویسه. نه جناب مولوی مجنون اسماعیل بنویسه لطف کنید. بله اسم من بنویسه. کی کی است؟ سرزنده نکنید بالا، شما میخواید داماد بشین انشاءالله. ماشاءالله دوستان یک خاطره هم بگم تا زمان بقیه دوستان بلند میشن. اسم شما چی بود جوان؟ احسن دام. یک صلوات بفرستی تشویق. ما رفتیم منطقه ترکمن نشین راز جرگوان، رفتیم یک عروسی، یک عروسی، دو تا عروسی هم عملوات تبادکان رفت قبل از ما رمزون سخنرانی شده. به هر حال همینطور مثل شما جلسه خوب بود. بعد از عروسی اعلان کردیم اونهایی که میخوان عروسی رو اسلام بگیرم بلند بشن. یهو دیدیم پیرمرد و جوان همه بلند شدن از جا. گفت پیرمرد شما چی؟
گفت ای زن دوم سوم، گفتم بابا امشب به اشتها آمدید از شام زبن ما. خدا گواه یا ای آقای فیلمبردار ما اونجا بود، هر آدم دم بلند شدن. حالا بی انصاف شما که منطقه اسلامی یه نفر بلند شده، اونهایی که خودشون میخوان داماد بشن یا برادرزاده یا عموزاده پسر نواسه داره، مرد میدان بلند بشن سریع. چند نفره؟ کی بلند شده نشستن؟ ماشاءالله تو تاروسی احسن تو ماشاءالله. شما پشیمون نشید انشاءالله بعدا، انشاءالله انشاءالله. جزاکم الله خیر، جزاکم. اونهایی که میخوان ریشه ساز و سرنا و از اینجا بکنن، همونو کلن بلند بشن. یک قیام رو بفرمایید. ببخشید به هر حال شما رو حرکت دادیم، به هر حال خود بخستیم. از جوان آزاری خوشمون میاد که شما رو خسته کردیم. به هر حال از این که فرصت رو، به هر حال این فرصتی پیش آمد، واقعا بسیار خوشحالیم. در پایان هم تبریک و تهنیت عرض میکنم این مجلس فرخنده رو خدمت شاه داماد عزیز جناب حافظ عبدالرشید که بی صبرانه ما منتظر بودیم خودشون از ما بیشتر، که صبح یه خاطره از ایشون بگم. دیشب ایشون خانه ما بود، گفتم بابا فرداش عروسیته، که جناب مورد خیلی خسته و نمیدونم فلان، پس من گفتم بابا فرداش عروسیته، که برحال صبح میریم. صبح آمدن بعد نماز صبح این خواب نمیبرد، لحظات آخر بعد گفت که ساعت 7 ما رو بیدار کنی که دیر بشه. فرام من گفتم ساعت 8 من میخوام. اول یه مدت درست کشیده بود چشماش باز، این به حساب این که گفت ساعت 6، گفت جونم مریض ساعت چنده، گفتم ساعت 8. نه خدایی از اون سر جای یک جور که من گفتم اول بعد گرفتش، نه خدایی گفت جونم مریض 8 شب نیست بابا، 8 صبح هنوز. به هر حال خوشبخت شدیم از اینکه برای در محفل ایشون شرکت کردیم. از پدر خانم ایشون جناب مولا سید احمد هم واقعا تشکر میکنیم که همکاری لازم کردن، و از همه پدر داماد همچنین خانواده ها که دوستان زحمت کردن، از علمای بزرگوار، استاد بزرگوار و تاج سر بنده که البته نه به اسم استاده، که من از ایشون درس خوندم واقعا چند سال، جناب حضرت مولانا کردستانی حفظ الله که خداوند ایشون رو حفظ بفرماید، تشریف آوردن بر ما منت نهادن. جناب مولوی دستگیر که جز بانیان بودن قطعا، جناب مولوی سلیمانی تشریف آوردن، جناب حافظ عبدالباری و مجری محترمی که اول یک دو تکه به ما انداخت و بعد نتونست حتی صلوات بگه، در حال اینی که میگه با درد کشان هر که در افتاد الاخه. اینه که از همه دوستان و علما، جناب مولوی و دوستانی که از قشتو تشریف آوردن و دوستان دیگر، من جانب که تشکر کنم چون میزبان نیستم، ولی در حال به نوبه خودم از همه شما تشکر میکنم و امید است که بذر این چنین جلساتی کاشته شده باشه ان شاء الله، و در آینده ما درو بکنیم ان شاء الله. هفته آینده هم چنین مجلس سه تا عروسی در جلگه رخ روز جمعه هست ان شاء الله، که رخ همه ما به طرف جلگه رخ باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این شما